این خانم صدف بیوتیست، کسی که یک بار جایزه اینفلوئنسر سال رو در غرب گرفت و غیره، کسی که به شما میگه چجوری باید آرایش کنید. و نکته جالب این که بسیاری معتقدن که ایشون برای هر تک استوریش، هر تک استوری تبلیغی که گرفته، کسایی که در ایران کار میکنن و با شرکت های مثلا آرایشی اینو کار میکنن، گفتن که ما به خانم صدف بیوتی که نامه نوشتیم که مثلا در اونجا تبلیغ کنیم، مال سال 2020 تقریبا این حرف، ایشون برای هر استوری، تک استوری بین 2,000 تا 3,000 دلار میگیره. یعنی ایشون زندگیش وابسته است به این تبلیغات عظیم و مثلا ماهانه احتمالاً صدها هزار دلار در میاره، در حد یک سلبریتی غربی، در حد یک چه میدونم، در حد یک ده ها جراح مغز پول در میاره. و ببین صدف بیوتی که کارش بیوتی و نحوه آرایش کردن و به شکلی رژ لب گذاشتنه چی گفته دیروز؟ میگه الان که خیلی ها دارن میرن سمت اوین و تمرکز نیروها اونجاست، وقتشه بقیه شهر رو هم مردم بگیرن، جاهای مهم رو. صدا و سیما یکی از مهمترین هاست. نمیتونن همه جا رو همزمان کنترل کنن، که حتی هر محله هم شلوغ بشه کل شهر مال مردمه. مردم رو بیدار کنید. مردم خوابیدن، مردم رو بیدار کنید. الان آخر شبه، خیلی ها خوابیدن با بوق، زنگ، سر صدا، الان وقت خواب نیست. به خاطر اینکه هنر چگونه آرایش کردن صورت داره، به واسطه به شکلی سادگی مردم ایران و ماهانه اندازه ساخت 3-4 تا بیمارستان درآمد داره. یعنی هر ماه صدف بیوتی درآمدش میتونه یک بیمارستان یا 200 بیمارستان رو در زاهدان انجام بده، ولی نه فقط اون رو انجام نمیده، بلکه یه خوردهشو مالیات میده که باهاش بمب و گلوله درست کنه، بقیش هم تو جیب مبارکش میذاره. شب قبل یا خودش اینا رو نوشته یا احتمال خیلی زیاد صفحش رو اجاره داده با همون 2,000 تا 3,000 دلار یا شاید هم بیشتر به افرادی که براش بنویسن که مردم باید بوق بزنن، بغیر از خواب بیدار کنن تا اینکه بتونن جنگ شهری به وجود بیارن و این کار رو انجام بدن. این نکته مهمی است، اینکه چگونه میگم دیشب اوین چیزی رو هدف گرفته بود در ناخودآگاه ما، که ما بعد از اوین دیگر آدم های قبل از اوین نخواهیم شد. ما بعد از اوین اعصابمون به شدت متشنجه و هر خبری که بهمون بدن الان، ما احتمال پذیرشش خیلی خیلی بیشتره. اگر فردا خبر پیدا شدن گور دست جمعی در کردستان شنیدید، شما تعجب نخواهید کرد. اگر فردا خبر به شکلی یک زندان دیگه سوختن و جزغاله شدن ده ها بچه رو شنیدید، تعجب نخواهید کرد. شما ذهنتون آماده شده، شما ذهنتون کلنگی شده. کلنگ ها 1, 2, 3, 4, 5 آجرهای ذهن شما همه متزلزل شده و الان هر کمشون میتونه بپره بیرون و اوین یکی از کارکردهاش این بود. خب اما بریم سراغ بحث بعدی. من یه بحثی حالا جدی‌تر هم داشتم در مورد اینکه چگونه داره این اتفاقات میفته، شاید بتونم اینجا توضیح بدم. ببینید، پیروزی این طراحان جنگ هیبریدی که باید به شکلی به عنوان دشمن بهشون احترام گذاشتن، این کسار نه امثال صدف بیوتی که شوخیه، که برای اونهایی که در پشت میز موساد نشستن، اونهایی که در پنتاگون نشستن، اونهایی که در مقرهای امنیتی در به شکلی اتحادیه اروپا نشستن و این جنگ رو دارن طراحی میکنن و بعد شکل در واقع مقر فرماندهیش در دو رسانه اصلی ایران اینترنشناله، به شکل اینها نقشه مناسبی از ناخودآگاه جمعی ایرانی ها و ذهن ایرانی ها دارن و عملا پیدا کردن که نقاط مهم چیز، گسل های مهم چیز، نقاط تقدس چیز، کجاست که ذهن ایرانی رو به شدت جریحه دار میکنه، آزار میده و غیره. دانشگاه شریف یکی از اون مقدسات بود که اگر میشد اون رو باز کرد و تبدیل به زخمی زنده کرد، خب ایرانی ها خیلی خیلی عصبانی میشن، زندان اوین همینطور و غیره. اما یک نکته ای که اینها موفق میشن چیه؟ اینه که ما این خبر رو داریم کجا میخونیم؟ این خبر رو داریم وقتی میخونیم که شب بچه‌مون بغلمونه، روی مبل راحتی نشستیم، چای دستمونه و داریم موبایلمون رو نگاه میکنیم و میبینیم که این توییت اومده اینجوری. و این توییتو کی نوشته؟ توییتو دایی هوشنگ نوشته، توییتو خاله فرشته نوشته، توییتو با جناقمون نوشته، توییتو چه میدونم پسر همکلاسمون تو مدرسه نوشته که با هم دیگه رفیق بودیم و غیره. این توییت ها به دست اونها اومده. اخبار از جایی شروع شده و اخبار اومده پایین به شکلی قطع چکانی و توضیح کنندگان دوستانی هستن که ما بهشون به شدت اعتماد هم داریم، گاهن از طریق اونها به دست ما رسیده. اگر فقط توضیح کننده خبر ایران اینترنشنال بود، احتمال اینکه ما بهش مشکوک شیم خیلی خیلی بیشتر بود. ایران اینترنشنال رسانه سعودی
ما بچه که نیستیم که سعودی میخواد تو ایران جنگ رو بندازه معلومه، ولی وقتی که همون خبر رو بدون آرمی ایران اینترنشنال از دهن بچه‌ای میشنوید که شما از تمام کودکیتون با هم دیگه خاک بازی میکردین و دوچرخه سواری میکردید، این خبر خیلی خیلی باورپذیرتر میشه. یکی از هنرهای این قضیه اینه که داره جنگ رو به داخل خانه های ما و به داخل زندگی روزمره و شخصی ما میاره. قبلا برای اینکه شما بتونید صحنه های اینقدر ملموس از جنگ ببینید، باید واقعا یا وارد جنگ میشدید یا مثلا نیروی نظامی بودید و غیره. اینو به این علت میگم که چون در جنگ سوریه و در جنگ اوکراین روی این تحقیقات زیادی شده درباره دلیل تأثیر این به شکلی جنگ رسانه‌ای و نقش شبکه‌های اجتماعی در اون، و گفته میشه که چون اینها لابلای زندگی روزمره میاد و به واسطه یک صدای دانای کل مثل تلویزیون نمیاد، مثل مثلا دهه 60 دوره جنگ ایران و عراق، اینها خیلی تأثیر پذیرتره. غیر از اینکه رسانه‌های بزرگ نمیتونن تصاویر خیلی گرافیک یا پرخوشونت رو نشون بدن، در حالی که توی توییتر و تلگرام اتفاقات میفته. ما در دهه 60 سال 62 میشنیدیم که رزمندگان اسلام دیروز چه میدونم جایی رو فتح کردن، 15 نفر شهید شدن، تمام، انتزاعی بود، باشته میشد ارتباط برقرار کرد. الان تو تایملاینمون میریم یه دونه عکس گربه است فلان، بعد یه عکسی که سرباز بسیجی رو گرفتن دارن بهش تجاوز میکنن یا مثلا دارن با سنگ میزننش و غیره، و یک دفعه لا بلای اونها میاد و این ما رو عملا میبره وسط جنگ و ما رو مستعد این میکنه که خودمون هم چریک شیم، سرباز شیم. این رسانه‌های جمعی دارن سربازگیری میکنن برای جنگی که خواهد آمد، جنگی که خواهد آمد، جنگی که ما یک تصویر کوچیکش رو دیدیم دیشب. خیلی‌ها که با دنبال اوین رفتن و حاضر بودن برن دور اوین، کسانی هستن که توسط رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به سرباز شدن.